آقای غفوریان، من یه سالی ما رمزون با شما برنامه داشتیم تو باغ کتاب، بعد همجور داشتیم قدم میزدیم. اینو راضی نبودید که من بگم، ولی دوست دارم که مردم بدونن که اگر یه آدمی مثل مهران غفوریان همه چیزش رو نمیریزه روی میز که شما ببینید و فقط لبخندش رو به شما نشون میده، یه خلوتایی برای خودش داره که الکی خلاصه طرف نمیشه. مهران غفوریان عزیز، شما یه اونسی با شهدا دارین، من اینو نمیدونم دوست دارین بگم یا نه، ولی دیگه گفتم دیگه. آره این که افتخاره که اونس داشتنه با شهدا که افتخاره. یعنی من شما اون شب به من میگفتید که من هر از گاهی به کهف سر میزنم میرم خلوت میکنم. اینو برای مردم بگید برای اولین بار. خب اصلا ریا خیلی خلوته آخه، میدونی اونو نمیتونم بگم. خب ولی اونا آخه من ببین خیلی دلم میگیره میگم، نمیتونم بگم، دارم میگم. من خیلی دلم میگیره میرم چیز بیه، چند تا شهید گمنام هستن بالا توی ولنجه؟ نه خیلی. اون کهف شهدا رو میگه؟ اونم که عجیب چیزیه. اونم عجیب. آره بابا، اونم یکی دو بار دلمون اونجا هم گرفته بود رفتیم، ولی دل آدم باز میشه و کیف میکنه. یه دونم توی شهرک شهید محلاتی دیگه. آره اون بالا. آره آره، از اونجا شروع شد. آره یادتون هست مهران چی شد؟ یعنی دلتون گرفت چی شد رفتین اونجا و آرامش؟ خوب نمیشد. ببین نزدیک یک هفته بود که حالی خوشی نداشتم واقعیت. حالا اون حال خوش نداشتن هم شاید از یه موضوعی شروع شد که شاید خیلی دلی هم نبود. خب ولی دیگه حالم بد شد، جوری که نمیدونستم، هم نمیخواستم با کسی حرف بزنم، برای اینکه احساس میکردم که وقتی که حرف بزنم قضاوت میشم و حالا یا طرف از باب نصیحت میاد برام در بیاد. حالا رفیق دیگه، آدم پیش دشمن که نمیره موقعی که دلش گرفته، میره پیش رفیق. حالا اون رفیقی میخواد مثلا بشینه منو نصیحت کنه، خوشم نمیاد. یا یه رفیقی میرم میخواد بهم حال بده، مثلا هوامو داشته باشه، بازم دوست نداشتم. خب یک گرفتاری سختی بود، میدونی؟ خیلی. و یه بار یادم اومد، که شب احیا بود فکر کنم، اونجا بودیم، خیلی شلوغ بود دیگه، اصلا نمیشد بریم نزدیک. منم نمیتونستم واقعا، من گرفتاریم فرق میکنه با بقیه. بعد اونجا یادم مونده بود، همینجوری ماشین رو روشن کردم راه افتادم رفتم شهرک شهید محلاتی بالا، دارم باز و راحت رفتیم و هیچ کس هم نبود. یعنی شما بودی و مقبره شهدا گم؟ بله. بعد رفتیم اونجا و نشستم و یه گوشه ای، نزدیکشون هم نرفتم، نشسته بودم اونجا و یه گوشه ای و همینجوری. بعد نگاه کردم به مقبره شهدا و رفتم جلو و یه خورده. اون وقت ببین همه ی حرف دلم رو راحت زدم و یه خورده گریه کردم، یه خورده به همه جوره حرف زدم. مثلا میدونی انگاری تو نشستی جلوم و همه گفتم که آره اینجوریه اینجوری، ولی اون ماجرا اینه، آخه میدونی این خیلی نامردیه، اون فلانه، این بیسار، یعنی همه رو توضیح دادم. با رفیقت صحبت؟ آره. و گریه کردم و ازش خواستم که حالم خوب شه از اینجا میرم. و انقدر مصطفی تو حال خودم بودم که 8-10 نفری دور جمع شده بودن و داشتم من نگاه میکرد، من واقعا نفهمیدم. و موقعی که فهمیدم دارن نگاه میکنن معذب شدم و سریع خداحافظی کردم باش، گفتم که من دوباره میام پیشت. و این اونسه شروع شده و هر از گاهی که دلتون میگیره و خدا وکیلی به همین شبا قسم خیلی دلم باز شد. و من یه عرقی دارم که اون عرق همیشه برام عزیز و زیباست و مقدسه و دوست داشتنی.